این آدم مرد هزار چهره واقعیه. اسمش فردیناند والدو دماروه. وقتی 20 ساله میشه شغلی نداشته و خب به پولم احتیاج داشته. شروع میکنه به همه میگه یه جراح ماهره و دروغاش جواب میده. به عنوان یه جراح روی ناو جنگی استخدام میشه. البته با اسم مستعار و مدرک تقلبی. مدت‌ها اوضاع برای فردیناند خوب بوده چون عملاً کاری نبوده که انجام بده و داشته حقوق میگرفته. ولی جنگ کره شروع میشه و سربازها مجروح میشن. بدتر از همه این بوده که این مرد تنها جراح روی ناو بوده. جالبه که فردیناند فقط با نگاه کردن به کتاب‌های پزشکی 16 جراحی موفق انجام داده که باور کردنی نیست. شغلای بعدی اون به ترتیب اینا بودن: مهندس شهرسازی، رئیس پاسگاه، رئیس زندان، دکتر روانشناس بالینی، وکیل، راهب، ادیتور فیلم، پژوهشگر سرطان و معلم. این زن با یه هواپیما سقوط میکنه و زنده میمونه. ارتفاع قله اورست 8800 متره و این زن از ارتفاع 10000 متری سقوط کرده و تونسته جون سالم به در ببره. بذارید داستانشو بهتون بگم. در سال 1972 برونو هونک در اطراف روستای محل زندگیش در چکسلواکی سر و صدای میشنوه و میره ببینه چه خبره. پایین یه تپه با چیزی روبرو میشه که باورش براش سخت بوده. اون بقایای یه هواپیما رو پیدا میکنه. با کمال تعجب اینه که در لاشه هواپیمایی زن زنده مونده و نیاز به کمک داره. اسم زن وسنا ولوویچ بوده. موضوع هم این بوده که در قسمت چمدان‌های این هواپیما بمب‌گذاری میشه و پس از انفجار هواپیما نصف میشه. این زن رکورد زنده موندن از بیشترین ارتفاع بدون چتر نجات رو داره. بذارید یکی از دارکترین رازهای ارتش آمریکا رو بهتون بگم. در سال 2013 مادر جیم به دلیل آلزایمر فوت میکنه. دکترها به جیم میگن مادر شما جهش ژنتیکی خاصی داشته و بدنش میتونه به تحقیقات پزشکی کمک کنه. و ازش میخوان بدن مادرش رو برای تحقیقات آلزایمر اهدا کنه. مرکزی که جسد رو تحویل میگیره یه سال بعد به وسیله FBI بسته میشه. اتهام این بوده که این مرکز بدنهای اهدایی رو میفروخته. بدن مادر جیم به مبلغ 5813 دلار فروخته شده بود. تحقیقات نشون داد که بدنها به ارتش آمریکا برای آزمایش‌های سری فروخته می‌شدند. بدن مادر جیم به یک صندلی بسته شده بود و زیر صندلی مواد منفجره کار گذاشته بودند. هدف این آزمایش این بوده که بفهمن بعد بمب‌گذاری توی یه ماشین چه اتفاقی می‌افته. جیم از اون مرکز شکایت می‌کنه و می‌تونه مبلغ 58 میلیون دلار غرامت بگیره.